درود بر شما. با 180 ثانیه پنجشنبه 12 امرداد ماه همراه ما باشید. قوه قضاییه از تعطیلی زندان رجای شهر کرج در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد زندانیان این زندان که در یکی از بهترین نقاط کرج قرار دارد در حال انتقال به زندانی دیگرند تا این زندان تعطیل شود. طی سالهای پس از انقلاب اسلامی صدها زندانی در زندان رجای شهر کرج که از آن به عنوان یکی از مخوفترین زندانهای جمهوری اسلامی یاد می شود اعدام شدند. بهزاد برارزاده مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مازندران درباره بحران آب در این استان گفت بسیاری از شهرها و روستاهای ما از 12 تا 24 ساعت آب ندارند و وضعیت نابسامانی در تابستان برای مردم به وجود آمده است. او افزود کمبود آب آشامیدنی در شهرها و روستاهای مازندران موجب شده که به برخی از روستاها با تانکر آب رسانی شود. وبسایت سازمان حقوق بشری هنگاو و گروهی از فعالان رسانه خوزستان از دستگیری شاکر بوری طنز پرداز ساکن آبادان خبر دادند. وی اهل خوزستان است و در ویدیوهای متعددی به زبان طنز به انتقاد از مسئولان کشور و نابسامانی‌ها و مشکلات پرداخته است. حمیدرضا نجفی نخبه کارآفرین و مدیرعامل ماشینسازی مبتکران در عراق با انتشار ویدیویی در حساب اینستاگرام خود ضمن تاکید بر ناکارآمدی سرانه جمهوری اسلامی میگوید ما یک ایران بیشتر نداریم. سکوت ما ملت بزرگترین عامل شرایط موجود است. هرگز آیندگان ما را نخواهند بخشید. آرمان های شما و آرمان های ما متفاوته و ما مردم متفاوته. شما تصمیم گرفتید که ایدئولوژی خودتون رو گسترش بدید و دنیا بر علیه این ماجراجویی شما ایستاده و اجازه این کار رو به شما نمیده و ما مردم هستیم که داریم هر روز آسیب این موضوع میبینید. به هر قیمتی صدای منتقد خاموش میکنید، اعدام میکنید، زندان میکنید، ساکتش میکنید که حرف نزنه، که شما در حاکمیت باقی بمونید. هیچ راهی ندارید. اگر میخواید ایرانی آباد، آزاد، آینده درخشان واسه بچه‌هاتون داشته باشید، تنها راهی که شما پیش رو دارید اینه که از جمهوری اسلامی عبور کنید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که برای یک سفر 5 روزه در لیسبون پایتخت پرتغال به سر میبرد دیروز با تعدادی از قربانیان آزار جنسی روحانیون کلیسا دیدار خصوصی برگزار کرد. واتیکان در بیانیه ای اعلام کرد که این گرد همایی روز چهارشنبه برگزار شد و پاپ به سخنان آنها گوش سپرد.